ادب خدمت بینندگان و همراهان برنامه چالش. من محبوبه مرادی هستم و در این قسمت از برنامه به موضوع بسیار مهم و حیاتی و سرنوشت ساز این روزهای تاریخ ایران خواهیم پرداخت: اتحاد و یکپارچگی اپوزیسیون و تمامی نیروهای آزادیخواه و مبارز ایران. در حالی که پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی بسیار محدود و ضعیف شده و مردم ایران در چند سال اخیر بارها با اعتراضات گسترده خود مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی اعلام کردند، اما شوربختانه اتحاد فراگیری در اپوزیسیون برای گذار از جمهوری اسلامی نمی‌بینیم. این در حالیه که ایران امروز تحت حاکمیت یک حکومت استبدادی ایدئولوژیک از بحرانی ترین دوران تاریخ خودش رو طی می‌کنه. در چالش این هفته به موضوع اتحاد اپوزیسیون می‌پردازیم و برای گفتگو در این باره در حضور آقایان فؤاد پاشایی از حزب مشروطه ایران، مهدی فتاح‌پور از اتحاد جمهوری خواهان و آقای جمشید اسدی از شورای مدیریت گذار هستیم. درود بر هر سه میهمان برنامه. من پرسش‌های امروز رو به شکل مشترک از هر سه آقایون می‌پرسم. جناب پاشایی، با شما شروع می‌کنیم. نظرتون در مورد اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون در شرایط کنونی چیست؟ اگر که در واقع فکر میکنین اتحادی وجود داره یا اینکه خیر، به نظرتون ائتلاف یا دست کم همکاری های گسترده ای امکانش هست که بین نیروهای اپوزیسیون امروز شکل بگیره؟ خیلی ممنونم. من سلام میکنم به شما و به میهمانان عزیز در برنامه. در حقیقت من لغت همکاری استفاده میکنم، برای اینکه خب هر کدوم از این لغت ها اتحادی رو بار خودشو داره. من فکر کنم به همکاری همه ما با هم دیگه در مورد فشار بر دیوار جمهوری اسلامی برای سرنگونی حکومت هم لازمه برای امروز است که بتونیم به نتیجه تلاش های 40 ساله مردم ایران در مورد مبارزه با دیکتاتوری و فساد نتیجه بدیم، همین که کمک میکنه به فردای ما که بعد از سرنگونی بتونیم در کنار همدیگه ایران رو بسازیم. برای که ایران متعلق به همه ما هست و همه ما باید در ایران آینده در ساخت اون شریک باشیم. به همین دلیل این ارتباطاتی که از الان باید شروع کنیم و خوشبختانه مدت ها و سالیان سال است همه ما با هم یه ارتباطات دوستانه‌ای داریم، ولی خب این ارتباط دوستانه باید تبدیلش کنیم به یک همکاری سیاسی برای سرنگونی در جمهوری اسلامی. ولی ما فراموش نکنیم جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته. اون امروز در چون میبینه سقوط خودش رو، چون میبینه که به حساب داره پایه‌ها شورت شده است و انقریب است که به حساب با یک خیزش مردم که ما نمونه ها و نشانه هاش رو در سالهای گذشته بارها دیدیم اتفاق بیفته، به همین دلیل او در پی ایجاد اپوزیسیون های مصنوعی خودشه و اگر قرار است سقوط کنه، خب من خودم رو میذارم جای به حساب به طراحان سپاه پاسداران یا طراحان وزارت اطلاعات، اگر قرار باشه اونها سقوط کنن چه بهتر است که کسانی به حساب جانشون رو بهشون بشن که روابطی خاصی باشون دارن. همونج ما یادمون نره اینها به حساب که مستعمرات شوروی هستن، روسیه هستن و اتفاقی که در اونجا افتاد که بعد از سرنگونی مافیای KGB تونست به حساب بخش عمده‌ای از قدرت رو دست بگیره. امروز سپاه من معتقدم که یه همچین برنامه برای خودش داره و در تلاش هست که بتونه اپوزیسیون هایی که خودش مایده در داخل جا بندازه، معروفشون کنه، روشون دوربرشون به تا آدم بچینه، دوربرشون برنامه ایجاد کنه و اونها رو جا بندازه در اپوزیسیون و بگه اگر روزی قرار شد سرنگونی صورت بگیره حداقل حکومت به دست اونها بیفته، نه به دست مخالفینی که از ریشه میخوان حکومت رو عوض کنن، میخوان اندیشه اسلامی رو از ایران به دور کنن، میخوان یک حکومت سکولار و در حقیقت غیر مذهبی ایجاد کنن. طبیعی حکومت در اون رشته کار میکنه و ما هممون باید به این موضوع با دقت کافی نگاه کنیم. سپاسگزارم از شما. جناب فتاح‌پور، درود بر شما. نظر شما رو در مورد ائتلاف یا دست کم همکاری های گسترده بین اپوزیسیون میشنویم. ببینید، این واقعیته که ما با یک رژیمی سر و کار داریم که خب مشکلات بسیار جدی برای کشور پیش آورده. در عرض 40 سال فجایعی که در جامعه ایران به وجود اومده برای هیچ کس پوشیده نیست. و خب این سوال شما در این زمینه که نیروهایی که خواهان دگرگونی هستند، خواهان تغییر هستند، خواهان گذار از این رژیم هستند، باید چه مناسباتی با هم به وجود بیارن، سوال به جاییست. از سوی دیگه در مقابل رژیم به دلیل شرایط کنونی
ما نهله های گوناگونی داریم. وقتی صحبت از همکاری میشه و صحبت از ائتلاف، صحبت از همراهی میشه، اتحاد میشه، هر صحبتی میشه، در اینجا ما داریم بین نیروهای صحبت میکنیم که با هم متفاوتن. به این معنا که در رابطه با تاریخ، در رابطه با نوع رابطه‌ای که با نیروهای اجتماعی دارن، در رابطه با اهداف، در رابطه با اشکال مبارزه، اینها با هم متفاوت فکر میکنن، متفاوت عمل میکنن. تلاشی بخواد صورت بگیره، هر تلاشی که بخواد مجموعه این نیروها رو یکسان بکنه یا در یک چهارچوب قرار بده که این تمایزات فرعی تلقی بشه و فقط یک موضوع مخالفت با رژیم تنها موضوع مورد توجه باشه، این تلاش با موفقیت مواجه نمیشه. به دلیل اینکه این گوناگونی و این تمایز خودش حاصل شرایط ایرانه و باید به این گوناگونی و تمایز رو در جهت تقویت مبارزه به کار گرفت و تصور نکرد که میشه با همگونی مجموعه این نیروها، با یکسان فرض کردن این نیروها به مبارزه پیش برد. به دلیل اینکه این گوناگونی معناش اینه که اینها با نیروهای اجتماعی متفاوتی میتونن تماس بگیرن، میتونن مجموعه نیروهای وسیع‌تری رو عمل بکنن و اگر این نباشه طبیعتاً پای محدودتر میشه، طبیعتاً مبارزه به رژیم لطمه میخوره. متاسفانه وقتی این سوال مطرح میشه در بسیاری از این موارد همراهی، همسویی، همکاری، اتحاد که اینها اشکال متفاوتی از رابطه است، تنها در یک رابطه متشکل شدن در یک تشکل یا در یک چهارچوب عمومی مورد تصور قرار میگیره. شک نیست در شرایطی که ما در مقطعی باشیم که برای یک تصمیم معین برای یک عمل مطرح باشه، دو جبهه رو در روی هم دیگه جمع میشن برای رای گیری، برای مثلا گذار، برای لحظه‌ای که یک تحول پایه‌ای داره در عمل میشه. ولی وقتی در یک پروسه وجود دارید، این نیروها دارن متفاوت عمل میکنند و ما باید اشکال متفاوتی از رابطه رو مورد توجه قرار بدیم. صحبت از رابطه ائتلاف نیروها در سالهای تمام سالهای گذشته، از اونجایی که از این ائتلاف فقط یک هم شکل معین، از این همراهی فقط یک شکل معین، یعنی متشکل شدن در یک فرم، در یک تشکل، در یک چتر عمومی مورد توجه بوده و این گوناگونی نیروها رو به خصوص گوناگونی سیاست رو کمتر مورد توجه قرار داده، موفق نبوده. من در بخشای بعدی صحبت میکنم ما چه اشکالی از همراهی داریم و چطور میشه این نیروها در نهله‌های گوناگونی که دارن با تأکید بر تمایزاتی که دارن بتونن در زمینه‌هایی که به نفع جامعه ایران باشه همراهی بکنن یا تقویت. سپاسگزارم از شما جناب پساپور. درود مجدد بر جناب آقای اسدی. نظرت شما رو در مورد ائتلاف نیروهای مختلف در اپوزیسیون میشنویم. با کمال میل خانم، اجازه بدید هرچند که چندی از آغاز برنامه گذشته است سپاسگزاری کنم که مرا به این برنامه پذیرفتید. درود بفرستم به دوستان پشت دوربین و به ویژه به بینندگان گرامی و بگویم چقدر باعث افتخار من است که هماندیشی میکنم با هر دوی آقایان مهمانان این برنامه. اگر اجازه میدید برای پاسخ به سوال شما یک صغرا و کبرای به قول آقایون علما بچینیم که پاسخ خیلی روشنی بدهیم. برای اینکه ببینیم اپوزیسیون یعنی در حقیقت آنچه را که من میفهمم از پرسش شما این است که چگونه است که تقریبا نظام تنهای تنهاست با یک اقلیت خیلی محدودی، اما چگونه است که کماکان قدرت را در دست دارد و چگونه است که این اپوزیسیون بسیار گسترده که از نزدیکترین حلقه ها به نظام آغاز می شود تا دورترین نیروها از این نظام نمی توانند کاری بکنند. خب به باور من نخست باید به دو پرسش پاسخ داد و اگر اجازه می دهید از هر دوی آقایان بخواهم به این دو پرسش پاسخ بدهند، آنگاه بهتر می توانیم بدانیم که چگونه می توان همکاری کرد. نخست این که نیروی سیاسی برای اینکه میخواهد همکاری کند نخست باید به این پرسش پاسخ بدهد که آیا نیروی حاکم را، در اینجا نظام ولایی را، دارای قدرت تحول و اصلاح برای پاسخگویی به نیازهای مردم و برطرف کردن مشکلات دارد یا ندارد؟ خب اگر پاسخ مثبت باشد، با خیلی از نیروها که به این نتیجه رسیدن که نخیر دیگه تمام شد دوره نظام ولایی، مورد همکاری وجود نداره. توجه میکنید قرار نیست ما اینجا دیگه بنشینیم با هم صحبت کنیم. یه پرسش دومی هست
حالا یک کسی ممکن است بگوید که بله نخیر این نظام تموم شده دیگه، هیچ گونه جای اصلاحی در این نظام ولایی، تاکید میکنم بر صفت ولایی، وجود نداره. خب باید پرسید شما چه میخواهید جای آن؟ خب یکی ممکن است بگوید که من یک دست آهنین میخواهم که این شرایط رو از ایران از این شرایط نجات بده. یکی میگوید من دیکتاتوری پولرتاریا میخوام یا دیکتاتوری چکمه میخوام یا هر کدوم، البته با یک اسمای بازار پسندتر. اما یکی میگوید من دموکراسی میخوام، تنها نظامی که ایران 3000 ساله شایسته شه با چنین فرهنگ غنی. بدیهی است یک همچین نیروی نمیتواند بر پای برنامه مشترک با نیروهایی که طرفدار دموکراسی نیستن به گفتگو بنشین. اجازه بدید برای اینکه طولانی صحبت نکنم و بحث به چرخد، هنوز یک سینه سخن دارم در این مورد، بدانم که پاسخ دو سرور گرامی در این برنامه چیست به این دو سوال، آنگاه در دور بعدی بدین میپردازم که چرا همکاری بین اپوزیسیون صورت نمیگیرد یا میگیرد. بسیار عالی، ممنونم از شما جناب پاشایی، بفرمایید سوالهای جناب آقای اسدی رو پاسخ بدید. خیلی ممنون. من فکر می‌کنم که این رژیم به هیچ عنوان تحت هیچ شرایط قابل اصلاح نیست. این رژیم به نظر من باید سرنگون بشه. حالا میخواد بروند، میخواد غرق کنن، میخواد به تا خودشون برن، میخواد مردم بیرونشون کنن. بلکه بعضی وقتا میبینم دوستان بر مبنای واقعات سرنگونی به حساب بحث ایجاد کنن. نه، هر نوعی که میخواد بروند این رژیم باید بروند بالکل. باید قانون اساسی تازه نوشته بشه و بر مبنای به نظر من بر مبنای سکولاریسم و مبنای جدایی دین از حکومت و بر مبنای به حساب با نگاه به قوانین حقوق بشر. یعنی ما دیگه قانون اساسی آینده رو نباید بر مبنای قوانین بلژیک و سوئد و فرانسه و آلمان و انگلستان بریم، بر مبنای قوانین حقوقی. این پاسخ اولش. در مورد چگونگیش من معتقدم ما میتونیم با اتفاق به نظر من بر روی چند اصول کلی با هم کار کنیم که من معتقدم که ببخشید جناب پاشایی اگر اجازه میفرمایید، چون با مهر پذیرفتید که به پرسش های من پاسخ بدهید، پرسش دوم من در مورد چگونگی نیست. اجازه بدید این به دور بعد برسه. چه میخواهید وقتی که فرمودید به روشنی که این نظام قابل اصلاح نمیدانید، چه نظامی رو جای اون میخواهید؟ این دو تا پرسشیش که با مهر استدعا میکنم پاسخ بدهید. نظر حزب مشروطه، ما معترض به حکومت مشروطه پادشاهی هستیم، ولی اون رو به تام نظر خود ما، نظر مردم باید نباشه. من معتقدم در بعد از سرنگونی یک رفراندوم، یک همه پرسی زیر نظر مجامع بین‌المللی باید نوع حکومت آینده ایران رو مشخص کنه و هر چیزی که در حکومت در رفراندوم و اون همه پرسی به تا بیاد بیرون، ما طبیعیه که با اون گردن می‌زنیم و اون رو قبول می‌کنیم. من امیدوارم شما هم پاسخ ده همین دو تا سوال رو پاسخ بدید. حتما منتظر فرصتم بعد از دوست گرامی مهدی فتاپور به این خواهم پرداخت. حتما به این پاسخ میدم به روشنی. بفرمایید جناب فتاپور. خب والا دو تا سوال آقای اسدی یک مقداری محدوده، بنابراین من اصلا وارد این دو سوال نمیشم، عمومی‌تر صحبت میکنم. ببینید، دو تا سوال آقای اسدی برای این مبناست که ایشون دو تصور دارند برای مسائل سیاسی جامعه ایران. یکی این که با رژیم مخالفیم یا نه. من میگم وقتی میگن رژیم تغییر اصلاح پذیره یا نه، این رژیم رو ما میخوایم تغییر بکنه یا نه. طبیعتا صحبت ما بین نیروهایی که میخوان رژیم نباشه، مبارزه میکنن برای تغییر رژیم، مبارزه میکنن برای یک رژیم دموکراتیک در ایران. ولی مسئله اصلی در بین نیروها همیشه اینه که چجوری میخوان این کار رو بکنن، با چه وسایلی، با چه روشی. اجازه بدید به اون میپردازیم. اگر اجازه بفرمایید منم به این پاسخ بدم. اجازه بدید اسدی من صحبتم رو بگم. شما زمانی که مثلا فرض بکنیم با سه تا جریان اینجا هستیم، یکی از جریانات سیاسی فرض کنیم مجاهدین اینجا نیست، سازمان مجاهدین به سوال اول آقای اسدی پاسخ خواهد داد که این سازمان معتقد هستش که باید رژیم دگرگون بشه، تغییر بکنه و اصلاح پذیر هم نیست. به سوال دوم آقای اسدی جواب خواهد داد که خواهان یک رژیم دموکراتیک ایران هست و میخواد بعد از اینکه شد یک حکومت موقتی به مسئولیت خانم مریم رجوی درست کنه و بعدم اصلاحات در انتخابات بشه و یک حکومت دموکراتیک در ایران شکل بگیره. من مطمئنم که آقای اسدی خواهان ائتلاف و همکاری با این نیرو نیستند. چرا؟ چون معتقدند راهی که این سازمان در پیش گرفته برای این تحول از توی یک رژیم دموکراتیک بیرون نمیاد. آن مسیری که داره پیش میره و کاری که ایشون کرده این رو نمیده. بنابراین در سوال دوم
اصلی مسئله در اینجا اینه که کسانی که میخوان رژیم دموکراتیک به وجود بیارن میخوان چی کار بکنن، میخوان در سیاست چه بکنن. بر فرض چند موضوع مهم وجود داره در این زمینه که بین نیروهای سیاسی اختلاف. امروز بحث ما این نیست که صحبت بکنیم که این تمایزات چی درست میگه چی غلط میگه، میتونیم بر جلسات دیگه ای بذاریم بحث خط مشی سیاسی بکنیم. اولین مسئله نوع رابطه با خارجه، یعنی مسئله اینی که شما نسبت به نوع دخالت خارجی چی فکر میکنید، نسبت به مسئله ملی ایران چی فکر میکنید، نسبت به سیاستی که امروز در قبال ایران داره پیش میره، نسبت به این که حتی رژیم ایران با تغییر نظامی صورت بگیره تغییرات چی فکر میکنید، نسبت به این تحریمی که در جامعه ایران وجود داره چی فکر میکنید، فکر میکنید تا چه حد میشه به اینها متکی شد برای تحول. دومین مسئله در داخل جامعه اینه که کدوم راه ها رو پیش بینی میکنید. آیا شما فقط تمایز شد تصورتون اینه که یک نیروی وجود داره اپوزیسیون، یک نیروی داره حکومت، اینها باید در یک نبردی مثلا در یک قیام یا در یک جنگ مسلحانه یا در یک درگیری معین کار رو تموم بکنن، یا فکر میکنید تحولات در اشکال پیچیده‌ای میتونه پیش بره مثل تحولاتی که در 80-90% جامعه جهان در چند سال اخیر در 20-30 سال اخیر اتفاق افتاده. شما میدونید که در همه این زمینه‌ها تفاوت برخورد جدی وجود داره و با این دو سوال نمیشه همه مسائل رو پاسخ داد. بر فرض بنده و آقای پاشایی نسبت به رژیمی که در آینده باید روی کار بیرون بیاد گفتمان‌های متفاوتی رو می‌خوایم در جامعه شکل بدیم. ما خواهان حکومت جمهوری هستیم، ایشون خواهان حکومت مشروطه سلطنتی هستند. از نظر ما جمهوری خواهان بخش بزرگی از کسانی که در اون چارچوب دارن حرکت میکنن گفتمان، نحوه برخورد، تبلیغات، نحوه برخوردشون با نیروهای سیاسی دیگه راه تقابل و تخاصم رو پیش برده. من صرفا نسبت رژیم مشروطه صحبت نمیکنم، ما به حال با یک نیروی اجتماعی صحبت میکنیم و اینکه این دوتا نیرو رو بخوایم در یک چارچوب فکر بکنیم عملی نیست، امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه زمانی که شما در مدیای عمومی مرتب با برخوردهای خشن و خصمانه‌ای توسط یک نیرو مواجه میشید نمیشه این کارو کرد. و به هم یا به زاویه دیگه فکر میکنیم که از زاویه رژیم مشروطه ما نمیتونیم به دموکراسی برسیم، ما باید سعی کنیم رژیم جمهوری برقرار کنیم. طبیعتاً کاری که آقای پاشایی میکنن تلاش میکنن که تبلیغ بکنن، کار بکنن، یک رژیم از طریق یک رژیم مشروطه به دموکراسی دست پیدا کنن قابل احترام و میتونه در یک جامعه ایران هم همونطوری که شون گفتن مردم تصمیم بگیرن چی. ولی طبیعتاً ما در این عرصه در این مورد هم در خط مشی سیاسی، هم در نوع رابطه با نیروهای خارجی، هم در رابطه با هدف، زمانی که تمایز داریم باید این تمایزات رو پذیرفت. باید دید این تمایزات هست، او باید نگاه کرد با این تمایزات چی کرد. نمیشه صورت مسئله را خط زد و این تمایزات رو تصور کرد وجود نداره و صرفا با یک دو تا سوال عمومی با یک سوال عمومی گفت خب مشکلی نیست، میشه همه با هم کار کنن. همه با هم کار کنن و اشکال متفاوت داره که من صحبت کردم. وقتی شما میان یک اتحاد در نظر میگیرید این تمایزات طبیعتاً مانع میشه، ولی اگر شما راه‌های متفاوتی برای همراهی در نظر بگیرید هم نیروهایی که دارای همسویی بالاتری هستن میتونن اشکال دیگه‌ای به کار بگیرن و هم سایر نیروها میتونن همسویی‌ها یا راه‌های دیگه‌ای برای همراهی در پیش بگیرن. متأسفانه این نوع همس یا همه چیز هم یکسان و با همدیگه کار کردن یا هیچ رابطه ای و خصومت با همدیگه در سال در 40 سال گذشته لطمات سنگینی به ما زده. درسته جناب اسدی، در واقع هدف شما رو از پرس از در واقع مطرح کردن این تو پرسش اگر بپرسم و اینکه می‌خواستیم به چه نتیجه ای برسیم، به نظر میاد که جناب فتاح‌پور حالا البته نگفتن که حکومت فعلی رو در واقع قابل اصلاح میدونن یا خیر، ولی خب آنچه که گفتن در مورد جایگزینی اون شاید به یک حکومت در واقع جمهوری و نوع حکومت جمهوری مطرح کردن. بله، من جوابهایی رو که انتظار داشتم از این دو پرسش از دوست گرامی مهدی فتاح‌پور نگرفتم، ولی شکفت زده نیستم چون آشنا هستم با این گفتمان. بحث و مهدی فتاح‌پور به جایی کشانید که مورد پرسش‌های من نبود. ایشون میتونن به پرسش‌های من پاسخ بدن و بعد در مقابل بگن اما این پرسش‌ها تمام بحث نیست، حالا من یا حرفایی دارم به اون پرداخت کنید. چرا به این دو پرسش پاسخ نمیدن؟ برای اینکه نخست برای گذر از نظام ولایی تردیدهای فراوانی در میان اتحاد جمهوری خواهان ایران وجود داره. این نقطه نخست. دوم، صحبت من این است که خواهان چه هستید؟ به جای آنهایی که میخوان از این
نظام ولایی عبور کنن. خواهان چه هستی؟ کسی که خواهان دموکراسی است میگوید دموکراسی. حالا که من هنوز بحث به این نکردم که شما با آقای پاشایی صحبت کنید یا نکنید، ما سه گروه هستیم، سه نفر هستیم اینجا صحبت میکنیم، همون بحثایی کنه. خارجی نباید حمله بکنه؟ خب کی گفت خارجی حمله کنه حالا؟ و ما یه اختلاف نظرایی داریم. خب جناب فتاپور نور چشم، دموکراسی مال زمانی است که ما با هم اختلاف نظر داریم، یا نه اگر همه رابط‌های یک شبیه هم بودیم که فرق نداشت، همه یک اندازه هم بودیم. دموکراسی آنجایی است که ما اختلاف نظر داریم، می‌خواهیم بدانیم در ایران فردا این اختلاف نظرها چگونه می‌خواهند با هم زیست کنند. بله، این صحبت من اینو از بینندگان عزیز داوری می‌طلبم در این مورد که سرور گرامی من مهدی فتاپور نماینده اتحاد جمهوری خواهان ایران به روشنی به این دو سوال پاسخ نداد. روشن باید کسی که روشن در این مورد، بعد هر بحثو بگید من اختیارتونم. صحبت من این است، چون قرار شد که خودم هم به این دو سوال پاسخ بدم چنانچه آقای پاشایی از من خواستن. نظام ولایی تکرار میکنم جای اصلاح ندارد و باید برود. این که چگونه باید برود بحث دیگری است، هنوز به او نپرداختم. اما آن چرا که ما می‌خوایم با نظام ولایی شدنی نیست. با این رئیس جمهور، با اون رئیس جمهور، با این حرف، با اون حرف، این باید برود. امیدوارم وقت باشد بدیم بپردازیم که چگونه می‌خوایم برود. چی جای آن می‌خوایم؟ دموکراسی. یعنی حاکمیت مردم. یعنی رأی مردم. خب کسی که به رأی مردم معتقد است و مانند من جمهوری خواه است، نمیتواند بگوید که مردم اجازه پذیرفتن پادشاهی مشروطه را ندارد. یعنی چه؟ اینا صحبت آخره میخوانم تا دور بعدی. اگر اشتباه نکنم یکی از داستانهای صادق چوبک بود یا یه داستانی دیگه یادم نمیاد، داستان خیلی قدیمیه، حکایت این بود: یک دختر جوانی مال طبقه فروده است، نامزدش میکنه. این کسی که نامزده اینه فحاش، کتک زن، مسئولیت ناپذیره. و بعد همه بهش نصیحت میکنن که مادر این حالا نامزدیه، ازدواج که بکنه درست میشه. ازدواج هم میکنه و این بدتر، کتک هم شروع میکنه زدن. بهش همه میگن مادر این الان پدر بشه عوض میشه، بچه دار بشید عوض. خب حالا خانم میفرمایید که این داستان سیاسی چه ربطی به داستانهای ادبی داره؟ این است که این تصویر درستی است. کسی که خواهان دموکراسی است در همین دوره که هنوز نه به بار است نه به دار است، دموکراسی خودشو نشون میده. من دموکراتم اما با این نمیتونم، من دموکراتم اما اونو نمیخوام، من دموکراتم اختلاف نظر دارم با این کار نمیکنم. آقا دموکراسی مال کار کردن کسانی است که با هم اختلاف نظر دارند. پس خانم بحث اینجا تمام میکنم. پاسخ من این است: بحث همکاری بین نیروهای اپوزیسیون، در حقیقت باید دانست که آیا کدوم حلقه های اپوزیسیون میتونن با هم کار کنن. اونهایی که گذر از نظام ولایی رو به طور روشن نمیگویند و به طور روشن نمیگویند دموکراسی یعنی حاکمیت مردم رو به جای اون میخوان بذارن، بدیهی است که نمیتونن با هم کار کنن. جای تعجب نداره. باشد تا به دور بعدی. سپاسگزارم جناب فتاپور. اگر که کوتاه در پاسخ به صحبت های آقای اسدی نکاتی دارید میشنویم. فقط کوتاه. آقای اسدی هم ما رو میشناسند، هم به بحث من حتما توجه کردند. در این زمینه که ما سه نفری که اینجا نشستیم و موضوع بحث ما کسانی است که با رژیم ولایی موافق نیستند و خواهان یک رژیم دیگری هستند، حالا آقای پاشایی رژیم مشروطه، بنده یک رژیم جمهوری سکولار دموکرات، در این زمینه تردیدی نیست.
و ما خواهان این جای اصلاح نداره نظام اولیه. اجازه بدید من دلیل نیستش که فقط بس محدود کنم خودم رو به دو سوال شما. شما دو سوال میکنید و با این موضوع میخواید خاتمه بدید. جناب فتاپور بعد شما 20 سوال از من بکنید. بیش از دو سوال. بعد سواله. شما 20 سوال از من بکنید جناب فتاپور. بعد 20 سوال شما از جواب بدید بعدم به سوالات من. اجازه بدید بحثی نیست که فقط من از شما من هنوز پاسخ نگرفتم. آیا اتحاد جمهوری خواهان ایران به روشنی خواهان گذر از نظام ولایی است و در این نظام جای اصلاح نمی‌بیند یا هنوز امید بستند؟ روشن، پاسخ روشن. اتحاد جمهوری خواهان ایران خواهان گذر از رژیم ولایی است. هیچ رژیمی در دنیا هیچ گونه اصلاحاتی نیست که نکنه. شما میدونید رژیم صدام، رژیم بدتر از اون هم، همین امروز وقتی شما مبارزه میکنید برای حقوق کارگرها، برای یک کار که کارگرها رو حقوقشونه بدن، این یک اصلاح معینه. بنابراین این سوال شما سوال برمیگرد رو خط مشی سیاسی. اگر لازم بدونید امروز برمیگردیم رو خط مشی سیاسی صحبت میکنیم که برای گذار با کمترین هزینه در جامعه ایران، برای رد شدن از رژیم ولایی چجور باید مبارزه کرد. از یک سو باید مبارزه کرد برای مسائل معین مطالباتی که در جامعه وجود داره و این کاریه که میلیون ها نفر دارن در ایران انجام میدن، از حجاب اجباری تا مبارزه برای اجازه بدید صحبت من شما از حساب میلیون ها نفر چهارمین بار آقای اسدی اجازه بدید من صحبت بکنم. آخه برای چهارمین بار شما میپذیرید به پرسش من پاسخ دهید و نمیدهید. مبارزات مطالباتی است و این مبارزات مطالباتی در جانب ایران قطع نشده. یعنی زمانی که مردم ایران مبارزه میکنن علیه حجاب، حجاب عین رفتن رژیم نیست. مبارزه میکنن برای سندیکای کارگری، سندیکای کارگری عین رفتن رژیم نیست. مبارزه میکنن برای آزادی زندانیان، اینها فقط فرم نیست، اینها مبارزاتیه که در جامعه ایران جریان داره و اینها هر کدوم یعنی اصلاح معینی. بنابراین از یک سو ما مبارزه میکنیم برای خواستهایی که در جامعه وجود داره، از یک سو مبارزه میکنیم برای تغییر بنیانی و گذر از این رژیم. بنابراین سوال شما اگر مطرح میکنید که ما آیا خواهان گذار از رژیم هستیم، معلومه که ما خواهان گذار از رژیم هستیم. معلومه که همه ما که داریم میگیم حداقل همه بیان میکنن که خواستار دموکراسی هستن، ولی اعتقاد به دموکراسی و اعتقاد به اینکه چه میکنیم در خط مشی سیاسی یا در عمل سیاسی منجر میشه. کسی که بر فرض سازمانهایی که بیان بگن ما خواهان دموکراسی هستیم و خواهان گذر از این رژیم هستیم ولی در این حال خواهان حمله نظامی به ایران باشن، از نظر من طرفدار دموکراسی نیستن. هر چقدر هم بگن طرفدار دموکراسی هستن، کسانی که تصور کنن با زور و جنگ خارجی امکان داره که یک جامعه دموکراتیک در ایران شکل بگیره، در چنین صورتی ما به یک جامعه دموکراتیک نمیرسیم. بنابراین من بحث بعدی من اینه، اون کسانی که سوال اصلی که شما ابتدا کردید، کسانی که خواهان رژیم دموکراتیک هستن، کسانی که خواهان گذار از این رژیم هستن، کسانی که در خط مشی سیاسی همسویی عمومی با هم دیگه دارن و این دموکراسی و همسو رو با هم یکسان تعریف میکنن، از زاویه ما کسانی که جمهوری خواه هستن و یک خط مشی عمومی دارن، اینها درسته که صفوف خودشون رو متشکل کنن. امروز ما با یک بحثی جریان نداریم که مجموعه نیروهای اپوزیسیون بیان با هم دیگه زیر یه چتر. وقتی خود هر کدوم از اینها امروز یک چنین وضعی ندارن، این سوال فرار کردن از مسئله اصلی است. چرا جمهوری خواهانی که با هم همسو هستن همه با هم یکسان نیستن؟ چرا مشروطه خواهان یا طرفداران رژیم سلطنتی با هم نیستن؟ چرا نمیدونم چپ ها نیستن؟ چرا لیبرال ها نیستن؟ ما در این مرحله بود قرار داریم و اینها باید بتونن صفوف خودشون رو متشکل بکنن، باید بتونن همصدایی به وجود بیارن و به دنبال اون بر اساس سیاست، بر اساس اون عملی که دارن میکنن برای تغییر جامعه، اونهایی که این اصول رو بهش اعتقاد دارن، راه‌های مختلفی برای همراهی، همسویی، همگرایی، هم اتحاد عمل و غیره با هم دیگه پیدا بکنن و حتی در شرایط معین تلاش بکنن تلاش‌هاشون موازی هم باشه، علیه هم نباشه، بلکه بتونن همدیگه رو تقویت کنن. ما برای کار با هم دیگه 4-5 رده داریم. یک رده که آیا همه کسانی که قبول دارم برن با هم دیگه زیر یه چتر، یا اینکه صفر ما نداریم. ما در یک بخشی از اپوزیسیون امروز من دارم میگم در این مرحله هستیم، در یک بخشی از اپوزیسیون باید اون اتحاد عمومی رو در نهله‌های گوناگون شکل بدیم که ما به دنبال این هستیم
من امروز نمیخوام وارد خط مشی سیاسی و نقد دوست دیگمون بشم، چون این مسئله در تمام اپوزیسیون جریان داره، دیگران هم باید همین کار رو بکنن. در یک سوی دیگه اونهایی که در سیاست با هم دیگه همسو هستن باید پیدا بکنن که تلاش هاشون رو در این همسوی چطور با هم متشکل بکنن، در چه اشکالی با هم برن، و اونهایی که با هم تمایز دارن پیدا کنن نکات مشترکشون چیه، در کدوم جاها میتونن نکات مشترکشون رو تقویت کنن. ما میتونیم از نظر سیاسی با هم دیگه کاملا متفاوت باشیم، از نظر خط مش با هم دیگه فرق بکنیم، از نظر اهداف با هم فرق بکنیم، ولی همه معتقد به آزادی زندانیان سیاسی باشیم. در اون وجوه باید تلاش کرد که این کارها، مثلا کارهای حقوق بشری یا اموری که وجود داره، پیش بره. ما اگر در این چارچوب فکر کنیم، اون موقع امکان هست. متاسفانه بخش اپوزیسیون ایران با این چارچوب حرکت نمی‌کنه، یا همه یا هیچ برخورد می‌کنه، یعنی یا همه نیروها رو همسان خودش تصور میکنه و با اینکه همسان نیستن و تمایز دارن هر گونه کار رو قطع میکنه، یا اینکه میگه خب نه، همه چیزها رو بذارید کنار، بیاین با هم دیگه سر مثلا دو تا سوال اصلی همه با هم متحد بشید. این عمل کرد نداشته، نتیجه نداده و باز هم نتیجه نداده. همین شکلی که به شما گفتم پیش رفته، یعنی اونهایی که هم مشترک بودن با همدیگه تونستن عمل بکنن، جریانات خودشون رو شکل بدن، و اون جریانات متشکل تونستن در جهت به وجود آوردن همسویی ها و همگرایی ها در اشکال متفاوت با دیگران کار بکنن. سپاسگزارم از شما جناب فتاپور، ممنونم. در راستای صحبت هایی که تا الان انجام شد، شاید این سوال بیشتر مورد توجه مخاطبین قرار بگیره و سوال بسیار مهمی هستش که همیشه برای خود من هم مطرح بوده، و اون اینکه آیا با تمام در واقع تفاوت نظرات و اختلافات اندیشه، با توجه به شرایط کنونی ایران، ما میتونیم یک سری اصولی رو تعریف بکنیم که اصولی است حیاتی؟ تقریبا میشه گفتش که تو همین بحث ما متوجه شدیم که هر سه آقایون برای گذر از نظام ولایی به قول جناب اسدی اتفاق نظر دارند، و خب مسلما اتفاق نظر وجود نداره خانم در این مورد. عرض خواهم که چرا اتفاق نظر وجود نداره. درسته، ولی به هر حال از این جهت که میدونیم مواردی هستند که باید مورد وفاق تقریبا همه تمامی گروه های اپوزیسیون هستند، تمامیت ارضی، دموکراسی و نکاتی از این دست. آیا میشود نهایتا، سوال بعدی من این هست، نهایتا میشه اصول ابتدایی، بنیادین و بسیار مهمی که مورد وفاق همه هست رو تعیین کرد و روی اون به توافق رسید برای رسیدن به یک ائتلافی؟ جناب پاشایی در خدمت شما هست. خیلی ممنونم که بالاخره نهایت ما هم رسید. آقای فتاپور، ببینید آقای جان فتاپور، با تمام ارادتی که بهشون دارم، بیشتر درس سازماندهی و تشکیلات دادن. یعنی تازه ما برگشتیم به 27-8 سال پیش، به 30 سال پیش، چجوری خودمون رو سازماندهی کنیم، چجوری نیروهای معترض به خودمون رو جمع کنیم، چجوری بچه‌ها رو کتان که با هم معترضان رو توی خط بیاریم. من فکر کنم جناب فتاپور، ما برای اینکه این کار رو بکنیم 30 سالی یا 40 سالی وقت داشتیم، که امروز بحث این است که چگونه الان به حساب اتفاقی یاد نگاه به ایران نمی‌کنی، برای اینکه امروز ایران متحد است. هیچ بعید نیست که به حساب یکی از همین روزها یه خیزش عمومی دیگری صورت بگیره، مثل خیزش دیما، مثل خیزش آباما صورت بگیره. فکر کنم بعد مردم هم ما توقع دارن که ما با عنوان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی خودمون رو برای این خیزش ها آماده بکنیم. ما قرار نیست که جمهوری خواه بشیم، ما قرار نیست طرفدار پادشاهی بشیم، ولی ما میتونیم به حساب حرکت هامون رو با هم هماهنگ بکنیم. اگر قرار که مردم بودش پنجشنبه بیان خیابون، همه ما نیروهایی که شما دارین، نیروهایی که ما داریم، نیروهایی که قاتل دارن، همه مردم بوده پنجشنبه دعوت به تظاهرات. من نگم چهارشنبه بیان، شما بگید دوشنبه بیان، و بگید سه‌شنبه بیان، بگید این خاص رژیمه، شما نیروهامون رو پراکنده کنیم. و اگر ما به دموکراسی که ازش صحبت میکنیم معتقدیم، اگر این مردمی که ما ازشون صحبت میکنیم بهشون معتقدیم، یه روزی وقتی رژیم رفت، این مردم میان رأی میدن که چی میخوان. اونجاست که تکلیف ما معلوم میشه. نه من میتونم بکشم بگم آقا حرف من درسته، نه شما میتونید جواب بدید. اونجا ما تصمیم رو به رأی مردم میگذاریم، مگر اینکه ما به اون معتقد نباشیم و همینجوری به حساب زمان رو بگیم. من قبول دارم که دوستان جمهوری خواه تا حد زیادی معتقدن که خب اگر ما یه مقدار این دستون دست کنیم، این رژیم امکان داره اصلاح بشه، بعد بخشای تندروش برن کنار، بخشای میانه روش بیان رو کار. اگر بخشای میانه رو روی کار اومدن، ما میتونیم برگردیم به ایران، کمک کنیم به اون بخشا که رژیم رو اصلاح کنن، و همینجوری داستانی که 25 سال از زمان خاتمی ادامه داشته این داستان. ولی نتیجه این ادامه داستان چی شده؟ نتیجه اون شده که به تا 25 سال مردم زیر فشار بودن، صدها هزار انسان در این سالها از بین رفتن، به خاطر اینکه ما همینجوری دستون دست کردیم برای اینکه ببینیم چی شد. فردا ما باید در برابر مردم پاسخگو باشیم. ببینید ما اگر نتونیم امروز این
به حساب اختلافات کنار بذاریم، قرار نیست وقتی میگم اختلافات قرار نیست من جمهوری خواه بشم یا شما طرفدار پادشاهی بشید، ولی میتونیم در ترین به حساب مطالب رو یک گوشه ببین ما این بود اومدیم در بین طرفدار پادشاهی که به حساب یک سال همه نتونستیم جمع کنیم، ولی تونستیم یکی از قدرتمندترین و معتبرترین سازمانهای رو طرفدار پادشاهی ایجاد کنیم. شما هم امیدوارم ایجاد کنیم، و اگر این در این خانواده های سیاسی اون سازمان هایی که از بهتر باقی توانمندترن قدرتمندترن کنار هم قرار بگیرن، کوچیکترا مجبورن که بیان تو این داستان قرار بگیرن. وقتی میگم کنار هم قرار بگیرن، نه اینکه یکی به شما نظر فکر و اندیشه و ایدئولوژی، بلکه نظر روش مبارزه. من معتقدم زندانیان سیاسی حتما اهمیت دارن، کارگران حتما اهمیت دارن، ولی ما نمیتونیم رژیم رو به مبارزه با رژیم رو معطل کنیم به زندانیان سیاسی. اگر ما این رژیم به پای چالش برای سرنگونیش بریم و همه مردم رو از کارگر، زندانی سیاسی، روشنفکر، دانشجو، همه رو ما دعوت کنیم برای اینکه برویم برای یک احتجاج بزرگ، برای یک تظاهرات بزرگ، برای یک به حساب خانه‌نشینی بزرگ و رژیم رو فلج کنیم، اون موقع همه این بخش‌ها حقای خودشون رو خواهند گرفت. هم کارگران به حقشون خواهند رسید، هم دانشجوان به حقشون خواهند رسید، بعد رژیم برود، هم زنان در این 40 سال دیگه عمده‌ترین بخش‌های جامعه بودن که مورد ستم قرار گرفتن. من معتقدم ما باید بر مبنای بحثی که شما می‌فهمید در مورد حمله نظامی، من فکر نکنم کسی به حمله نظامی معتقد باشه، یا اصولا حداقل بخش‌های عمده سیاسی به حمله سیاسی معتقد نیست. اگر یکی تو فیسبوکش یه آدم منفرد تکی نمی‌دونم 5 تا عکس آقای مصدق یا شاهزاده رضا پهلوی یا معمرضا شاه پهلوی می‌ذاره و می‌ریسه من به آقای ترامپ حمله کن، این ربطی به گروه های سیاسی نداره. ما به عنوان حزب مشروطه سالها پیش خودتون میدونید وقتی صحبت حمله به حساب در حمله به عراق بود، بعد صحبت این شد که باید به حساب افغان داد که بعضی از نیروهای سیاسی رو از آمریکا خواستن که منطقه پرواز ممنوع درست کنه برای اینکه بتونه به حساب چیز بکنه و بحث حمله نظامی و تجزیه ایران. ما اعلام کردیم که اگر قرار بشه روز ایران مورد حمله نظامی قرار بگیره و تجزیه بشه، ما دست از مبارزه با جمهوری اسلامی میکشیم و در کنار جمهوری اسلامی دفاع از ایران می‌کردیم، برای اینکه ما حفظ تمامیت ارضی ایران هر چیزی مهم‌تر از برای ما، حفظ یک پارچگی و تمامیت ارضی هر چیزی مهم‌تر. بعد ما نه معتقد به حمله نظامی هستیم، من شما در کدوم نیروی آدم بوده حمله نظامی صحبت می‌کنید؟ اگر انسان‌های منفردی هستن خب فراوانن، ما نمی‌تونیم زندگیمون رو معطل کنیم. ما نه هم به حمله نظامی معتقدیم نه به قشون‌کشی نظامی معتقدیم، هم با هر جفت اینها مخالفیم. ما به یک پارچگی ایران معتقدیم، ما معتقد در ایران آینده باید این رژیم یک رژیم سکولار باشد، قوانینش باید بر مبنای قوانین حقوق بشر نوشته باشه و یک رأی گیری عمومی تکلیف ما رو با هم دیگه ما رو با هم معلوم کنه. و از اون بعد من امیدوار هستم، نمیخوام بگم که امیدوار هستم همه ما به اون رأی گیری گردن بگذاریم و تمام نیرومون رو صرف ساخت مردم ایران آینده کنیم. اگر شما به بخش کارگر امیدوار هستین، طبیعتا میتونید کمک کنید که کارگران مرفه‌تر باشن. اگر من به بخش به حساب روشنفکر معتقدم، میتونم کمک کنم که اونها مرفه‌تر باشن. اگر به زنان معتقدیم، کمک مرفه‌تر باشن. ولی نمیتونیم این مبارزه رو معطل نگه داریم تا تکلیف همه چی درصد معلوم بشه. پس اون موقع نقش مردم چی میشه؟ مردم باید مثلا چه نقشی داره؟ اگر ما همیشه تعیین کنیم. خیلی ممنونم، یه بخش من زیاد صحبت کردم. سپاسگزارم از شما. جناب فتاپور، نظر شما در مورد در واقع اصول و نکات حداقلی که میشه نیروهای مختلف اپوزیسیون روش به تفاهم و ائتلاف برسن چیست؟ ببینید، در واقع من صحبتم رو در صحبت قبلی جواب دادم. ما همگی معتقدیم که با رژیم ولایی مخالفیم، خواهان گذر از رژیم جمهوری اسلامی هستیم. راجع به این نیروها داریم صحبت میکنیم، کسان دیگری اصلا اعتقاد ندارن، با اونا هم باید سیاست کرد. این دلیل نداره که ما بیایم بگیم اگر برای آینده جامعه فکر میکنیم فقط راجع به این نیروها، ولی فعلا بحث ما راجع به نیروهای اپوزیسیونی، مایی که معتقد به گذر از رژیم جمهوری اسلامی هستیم. از یک سوی دیگه ما ادعا میکنیم هممون که خواهان دموکراسی هستیم. این نیروها نیروهای متفاوتی هستن. ما یک سری اصول دیگه‌ای وجود داره. متکی شدن به رأی مردم و متکی شدن به جنبش در مردم یک نوع برخورد ما رو با خارج کشور میطلبه. امروز مثلا مسئله تحریم و نوع تحریمایی که در ایران وجود داره تفاوت نظر وجود داره. از نظر من جمهوری خواه، کسانی که معتقدن از طریق این تحریم، از طریق این اعمال فشار و از طریق این اعمال فشار وسیع بر سطح جامعه، بر سطح توده ها، از این طریق میشه تحول رو در جامعه ایران به وجود و دموکراسی رسید، اینها رو من معتقدم معتقد به تحول از درون جامعه نیستن، هنوز ایراد داره فکرشون. ولی خب من امروز وارد این بحث نخواستم بشم به دلیل اینکه در این زمینه ختمش سیاسی است.
کسانی که در رابطه با رژیم، رژیم و مردم رو میگیم، رژیم رو فقط مطرح میکنه و همونطور که مطرح کردم مجموعه مسائلی که در جامعه وجود داره و یک تحول نیازمند این مجموعه مناسباته، مجموعه تغییرات مرتوجه قرار نمیدن و بعدم وقتی این صحبت رو میکنیم فوراً مطرح میکنن خب این یعنی مثلا رژیم ولایی. مسئله اینه که یک مسائلی در جامعه ایران وجود داره و مردم براش مبارزه میکنن، اینا جزئی از مبارزه است، اینا فقط مبارزه برای گذر از ولایی نیست، چگونگی برخورد با این مجموعه مبارزاتی که در جامعه وجود داره در کنار مبارزه برای تغییر، اینا تمایزاتیه که وجود داره و در این جریان ما نهله‌های متفاوتی هستیم. باید واقعی فکر کرد این نهله‌های متفاوت. مهم اونه که آقای پاشایی مشروطه‌خواه بتونه نیروی مشروطه‌خواه رو امروز متشکل بکنه. آقای پاشایی مشروطه‌خواه وقتی نتونسته باشه این کارو بکنه، نتونسته باشه مجموعه نیروهای دور و بر خودش هم فکر خودش رو متشکل کنه، وقتی صحبت از اتحاد عمومی میکنه این اتحاد عمومی مورد پذیرش قرار نمیگیره. آقای اسدی که این دو تا سوال رو مطرح میکنن، با بنده‌ای که به دو سوال ایشون روشنه که جوابم چیه، ولی سوالهای دیگه‌ای در مقابل ایشون میذارم و ایشون سرشون رو تکون میدن و حاضر نیستن با جمهوری خواهایی که جور دیگه‌ای فکر میکنن کار بکنن، بس صحبت از عمومی بکنن. یعنی وقتی نمیتونن جمهوری خواهانی که خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستن، خواهان مسئله دموکراسی هستن، خواهان سکولاریسم هستن، خواهان این هستن که ختمش با کمترین درگیری های نظامی و با کمترین قهر پیش بره و بتونه راه های کم هزینه تری برای جامعه پیدا بکنه، ایشون بر مبنای تمایزاتی که در ختمش معتقد هستن نمیتونن همسو حرکت بکنن و میرن و بعد صحبت از عمومی بکنن، این پیش نمیره. من هیچ ایرادی نمیبینم که آقای جمشید اسدی اینجا متفاوت با من فکر کنن یا آقای پاشایی، میدونم که با خیلی از طرفداران هواداران رژیم پاشایی متفاوت فکر میکنن، ولی یک بتونن نیروشون رو به وجود بیارن، دو اینهایی که با هم متفاوت فکر میکنن مثل بنده آقای جمشید اسدی با هم دیگه فکر کنیم چه اشکالی میتونیم همسو با هم حرکت کنیم. آقای پاشایی این مسئله تشکیلاتی نیست، این مسئله زمانی که شما نتونستین مجموعه مسائل نیروتون رو با نیروهای هم نظیر خودتون حل بکنید مسئله تشکیلاتی نیست، شما اون کارو بکنید و بعد با سایر نیروها بتونید چجوری همسو حرکت کنید، در چه زمینه‌هایی میشه همکاری بکنیم. وقتی یک چنین تردیدهایی در زمینه خط مش وجود داره که در صحبت‌های آقای اسدی نسبت به حتی به جریانی که کنار دستشون جمهوری خواه وجود داره، بنابراین صحبت ایشون در زمینه عمومی غیر قابل قبول به نظر میاد، نمیتونه پیش بره، عملا هم نتونسته پیش بره، ولی اون کاری رو که میشه کرد باید انجام داد. کاری که میشه کرد نیروهای همسو با هم دیگه بتونن خودشون رو متشکل بکنن و راههایی که بتونن این نیروهای متفاوتی که متشکل کردن با هم دیگه همگرایی همکاری بکنن رو پیدا کرد و این راهها وجود داره، در دنیا هم زیاد تجربه شده. بنابراین جناب فتح‌پور، اونجور که من متوجه شدم از صحبت‌های شما اگر بخوام خلاصه بکنم این هستش که راههایی وجود دارد و یک سری در واقع مسیرهایی شاید میتونه بین نیروهای مختلف به وجود بیاد که بتونن با هم دیگه سرش به یک ائتلافی برسن، ولی اون رو خیلی اشاره نکردم. نیروهایی مثلا جمهوری خواهانی که در چارچوب خط مشی سیاسی عمومی و در چارچوب اهداف نزدیکن باید خودشون رو متشکل بکنن، یک جریان متشکل باشن، تلاش بکنن این ایده هاشون رو در جامعه ببرن و تغییر ممکن بشن. در این حال مجموعه جریاناتی که با همدیگه متفاوتن، مثلا همه که جمهوری خواه نیستن، اینها در رابطه با کسانی که معتقد به دموکراسی هستند، کسانی معتقد به سکولاریسم هستند، معتقد به این هستند که تحول در جامعه ایران باید به نیروی مردم پیش بره، اینها در زمینه‌های معینی اگر نمیتونن در چارچوب عمومی کار کنن، در زمینه‌های معینی که میشه با هم دیگه بتونن همراهی بکنن، اگر حتی زمینه‌های معین هم نباشه با هم موازی حرکت بکنن، علیه هم حرکت نکنن، بتونن در چارچوب همه این اشکال رو باید موازات هم به کار گرفت. فقط راه همراهی ایران یک نیرو که همه با هم جمع بشن یه ائتلاف بکنن مسئله حل بشه پیش نمیره. هیچ جای دنیا اینجوری پیش نرفته، همه جای دنیا این اشکال با هم موازی هم به کار گرفته شده تا اون ائتلاف تونسته موفق باشه. درست سلام، من همینطور هست. جناب اسدی نظر شما رو در این باره میشنویم. نخست یک توضیح بدم با شهادت طلبیدن خود سرور گرامی دوست واقعا عزیزم مهدی فتح‌پور که گویا من با جمهوری خواهان نمیتونم همکاری کنم. من هنوز خودم رو از نزدیکان اتحاد جمهوری خواهان ایران میدونم. یک هفته پیش نبود که با خود مهدی عزیز با ایمیلینگ یک هماندیشی با هم داشتیم در مورد آن موضوعی که پس از آن مقاله در موردش منتشر کرد
و من خبر اینکه قرار است مقاله رو ازش منتشر کنه از همین هماندیشی دریافتم. ما در رابطه هستیم آقای اسدی، معلومه با هم یه دوری کوتاه کار کردیم. شکی ما هنوز با اختلاف ما بر سر مهدی جان این نیست که شما فرمودید بر روی شما فرمودید که من مخالفتی دارم با همکاری با اتحاد جمهوری خواه. صحبت 5 دقیقه پیشتونه. خواستم بگم که همچین چیزی دست کم 15 سالی است که وجود نداره و من در حقیقت بسیار دوستان نزدیکم و از جمله در درون اتحاد جمهوری خواهان دارم. اما باز برمیگردم به صحبت خودم. ببینید نه اختلاف نظر وجود داره به طور خیلی جدی. مهدی فتاپور گرامی میفرمایند که همه طرفدار گذر از جمهوری اسلامی هستند. چون نهایت حسن نیت رو میخوام نشون بدم نسبت به صداقتی که ایشون دارن و راست میگن نظر من به طور روشن این است که آنچرا که ایشون بر زبان میارند حرف دلشونه. حرف دل و حرف زبان دوتا نیست. اما بگویم پس حداقل میشه گفت دو جور میشه از جمهوری اسلامی گذر کرد. یک جور از جمهوری اسلامی که از همین امروز قطع امید کرده، مثل موضع من، از جمهوری اسلامی هیچ چیز دیگری بر نمی آید و از آن باید عبور کرد. مردم بدانید این موضع سیاسی من است. یک موضوع دیگری موضع مهدی فتاپور نور چشم عزیز من است. میگوید نه برای بدی است، ما میخوایم از این نظام عبور کنیم. اما ببین الان دارن زنان قیام میکنن، حالا کاری نکنید. الان این رئیس جمهوری که میخواد بیاد یه قرارداد اتمی دیگه میخواد امضا کنه، الان کاری نکنید. الان این مجلسی که میخواد تشکیل بشه گفته ما میخوایم دعوا با اسرائیل نکنیم، حالا کاری نکنید. بذار ببینیم چطور میشه، حالا کاری نکنید. حالا یعنی در حقیقت میگویند که ما میخوایم یه زمانی، باز یاد زمان جوانی و جهالت میافتم و فعالیت چپم، میگفتیم چرا این سوسیالیستی که قرار بود بهش بیاره بگیر و ببند و بکشه، میگفتن این فعلا موقتیه چون هنوز طبقات وجود داره. الان نیروی سوسیالیست دیکتاتوری پولرتاریا باید این طبقات رو از بین ببره و وقت بهش میشه. حالا تو اون موقع هیچ کسی اون موقع رو ندید. اینجوری هم که گذری است که مورد نظر مهدی فتاپور عزیز از جمهوری اسلامی که بله ما میخوایم گذر کنیم البته، اما الان ما باید بریم پشت زنا که چادر نمیخوان، الان باید بریم پشت کارگرا که حقوق میخوان. یعنی این گذر از جمهوری اسلامی نمیشه. صحبت من چیست؟ ما میخوایم از جمهوری اسلامی گذر کنیم. این مملکت متعلق به ایرانی است و جایی که ولایت فقیه وجود دارد حکومت مذهبی است، نادرست است. اگر به زنان اجازه حجاب بدهید و ندهید که چه بهتر بدهید، ما از این نظام باید عبور کنیم. این فرق این جور گذر از نظام. باز خواهید دید بخشی از دوستان جمهوری خواه که همگی سروران من هستند در انتخابات جدید، کافیه اینم رگ خواب و این نامزد جدیدی که میاد رگ خواب رو در دست گرفته باشه، دو تا از این حرفا بزنه. صلاح نیز زندانان و سیاسی در حصر باشن. چه گفته از ایرانی ها باید خارج باشن؟ اسلام موافق رابطه با کشورهای جهان است. وقتی اینا میگن آقا ما چه میخوام از جمهوری اسلامی عبور کنیم، راهش همینه. یه موضوع آخر براتون بگم. چند وقت پیش مهدی فتاپور خواهند گفت که من دروغ میبندم یا راست است. خیلی وقت کم هست، پس دیگه نمیگم، میگذرم. نه خواهش میکنم، من خواهش میکنم، متشکرم از شما. من به عنوان یکی از در واقع مهمترین سوال ها، چون تمام این بحث ها و این تلاش ها و این اختلاف نظر ها همه به خاطر ایران و مردم ایران هست مسلما، میخوام نظر شما رو به شکل خیلی خیلی خلاصه، کمتر از 2 دقیقه، بیشتر وقت نداریم، فکر میکنیم که انتظار مردم ایران از اپوزیسیون چیست و رسالت تاریخی اپوزیسیون در این برهه تاریخی چیست؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم جناب پاشایی. خیلی کوتاه خانم. او ببخشید فکرم از من پر. چشم سب میکنم. من فکر کنم توقعی به جای مردم این است که ببینن که نیروهایی که به ادعای مخالفت با جمهوری اسلامی در کنار هم بیستن، نه که با هم ائتلاف کنن، نه که از نظر ایدئولوژیک بشن، بلکه فشارشون بر دیوار جمهوری اسلامی رو با هم بیارن. جناب عطایی به درستی گفتم، ما نمیتونیم امروز این مبارزه رو معطل به اعتراف زندانیان سیاسی بکنیم، معطل به اعتراف زنان بکنیم، معطل کارگران بکنیم. ما باید بریم پای سرنگونی حکومت به طور کامل. اگر این حکومت به طور کامل سرنگون بشه، تمام این بخش ها آزاد میشن و تمام این بهتا مشکلات از بین خواهد رفت. ولی ما اگر بخوایم نیرومون رو صرف این بکنیم، بخش مختلف بریم، مطمئنا درگیر خواهیم شد، مطمئنا طول خواهد کشید و مردم تا
فردا از ما سوال میکنن که آقا چه کردین شما و این فکری که میکردین چی بود و نتیجهش به بدبختی و فلاکت مردم بود. سپاسگزارم جناب فتاح‌پور، خیلی کوتاه ممنون میشم. ببینید ابتدا یک جمله بگم، آقای اسدی صحبتایی که مطرح کردن در رابطه خط مشی راجع به بنده، به بنده ربطی نداره، راجع به کسی دیگه ای رو به اسم بنده گفتن. ولی چن راجع به موضوع مطرح اینه که آقای پاشایی، مردم ایران میخوان که ما در این مبارزه‌ای که وجود داره، در مشکلی داره، کنارشون باشیم، مبارزه کنیم علیه رژیم، کنارشون باشیم. مردم دارن مبارزه میکنن، ما نمیتونیم بگیم مبارزاتی که دارن ربطی به ما نداره یا یه مسئله که خوبه بشه ولی ما باید فقط رژیم رو سرنگون کنیم. مبارزه برای سرنگونی رژیم یک جزئیش، برای گذر از رژیم بخشی از این مبارزه، همون کارایی که داره در ایران صورت میگیره، مثل همین زندانیان سینا، مثل فرعی نیست، اینا جزء مبارزه برای گذر از رژیمه، چیزای جدا از این نیست. یک مجموعه وجود داره، مردم میخوان ما کنارشون باشه، مردم میخوان دردشون رو موقعی که وضعیت اقتصادی رو بفهمیم و تلاش بکنیم این درد ترمیم بشه. فقط این نیست که بگذاریم بگیم یک زمانی رژیم سرنگون شد، پایان پیدا میکنه، همین امروز التیام پیدا کنه، همین امروز برای مسائل جامعه حل بشه و در هر جایی که مردم مشکل دارن ببینن اپوزیسیون ایران کنارشونه. و طبیعتاً خیلی مهمتر اینه که بتونه بخش بزرگی، من نمیگم همه حالا اپوزیسیون، بخش بزرگی از اپوزیسیون بتونن در این زمینها همسو با هم دیگه در این زمینها تاثیر گذار باشن. سپاسگزارم جناب اسدی، صحبت پایانی با شما. اون برداشتی که مهدی فتاح‌پور سرور گرامی من دارد، انتظار دارد نیروهای سیاسی سنگ صبور مردم باشند، اونطوری که من فهمیدم از فرمایش آخرشون. این برداشت من نیست. برداشت من به طور روشن پاسخم رو بدم، حتی ممکن است بسیاری از بینندگان مردم عزیز حرف من را نپسندند، اما نیروی سیاسی مردم زده و مردم پرست نیست که ببیند مردم چه میگویند و او دنبال روی اونا باشه، یک برنامه سیاسی بده که اکثریت مردم خواسته باشن. دنبال روی از مردم اگر وجود داشت، هیچ اختراعی، هیچ اتفاق بزرگی در دنیا صورت نمی گرفت. نیروی سیاسی باید به روشنی برنامه‌ای برای فردای ایران داشته باشد و مردم را این ایده را به مردم بفروشد، مردم را قانع به این ایده بکند، نه اینکه از مردم بپرسد. مردمی که کار سیاسی نکردند، این بدان میماند که پزشکی از مریض بپرسد که به نظرتون من چه دوا دکتری باز شما بفرستم. حرف شد. آدم مبارز سیاسی، کارشناس سیاسی است، او که برنامه میدهد و مردم از میان بهترین برنامه ها خواهند پذیرو و دنبال روی خواهند کرد. شایسته از شعر معروف همبستگی حمید مصدق رو یادآور بشیم. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویران باد، من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی، از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم. با درود فراوان و تا برنامه و چالشی دیگر، بدرود.